این برهه که همه دکل سرنگون رو دیدن و رژیم که درمونده از حل مسائل پایه‌ای اقتصادی اجتماعی هست و برای برقب انداختن سرنگونیش لجن پراکنی و شیطانسازی علیه مقاومت رو به عرش اعلی برده، چون میدونه که رژیمش بدون راسه نیرویی که رزمنده و نیروی جنگنده کف خیابون داشته باشه سرنگون نمیشه. لذا موازی با سرکوبش خط لجن پراکنی، شیطانسازی و تبلیغ راهلهای قلابی، غیر انقلابی و به انقلابی دست داده. از طرف دیگه هم که استعمار هم که فعلا غافلگیر تداوم قیام شده، آلترناتیو خودش رو نداره. در این میون تمام رسانه‌های وابسته به دولت‌ها و یا محافل و منافع گوناگون استعماری به دنبال آلترناتیو مطلوب خودشون می‌گردن و با تمام قوا سعی در عدم پوشش دادن به مقاومت مردم ایران هستن و یا با تبلیغات سرسام‌آور پوشالیشون بر روی آلترناتیوهای قلابی سرمایه‌گذاری می‌کنن. البته مقصود قبل از هر چیز انعکاس ندادن واقعیت مقاومت راستین مستقل و انقلابی مردم ایران هست. شما نگاه کنین به این به همین امتنان این رسانه ها از انعکاس شعار ملی میهنی مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، انگار که صفحه تلویزیون اینا آب میشه اگر این رو نشون بدن. یا عدم انعکاس به بزرگترین رویداد سیاسی در مورد ایران در این چند ماهه اخیر، شرکت آقای پومپئو در کنفرانس مقاومت در واشنگتن، یا حتی اعتراض از نشون دادن عکس شهدای مجاهدین. در صورت تنها رسانه مستقلی که نبضش با انقلاب و مقاومت ایران میزنه و حرف مردم رو میزنه و از منافع اونها و انقلاب دفاع میکنه سیمای مقاومت است، چه به لحاظ انعکاس مقاومت ها در داخل، چه به لحاظ حمایت ها در خارج، چه به لحاظ پشتیبانی و رسوندن خطوط به کانون های شورشی، اونایی که در عمل دیوار اختناق و سرکوب رو روزانه با دادن بالاترین بها دارن میشکنن. این کار رو سیمای آزادی بدون محضوریت میتونه انجام بده چون مستقل هست. لذا گریزان همیاری ورای همه حرکت واجب مالی که داره، میشه گفت یه رژه و سفارایی و جنگ تمام عیار سیاسی در مقابل رژیم هست. نکته بعدی که میخواستم بگم، والا وقتی که میخواستم بیام همیاری هرام کنم گفتن انجام بده، یه مقدار دلشوره گرفتم داشتم چون آمادگی نداشتم. از صبح تا حالا مشغول دنبال کردن چند تا پروژه با بچه های دیگه بودیم. خلاصه حتی متاسفانه فرصت گوش کردن به صحبت های همرزمان دیگران پیدا نکردم. چون همیشه این همیاری والا راستش به عنوان آموزش من بهش نگاه میکنم. هم یه آموزشی که از صحبت ها، از حرف ها، خلاصه صداقت و صفا، اعتماد، عزم و اراده همرزمان هست که آدم غرق غرور و شادی و انگیزه میشه. هم جایی هستش که آدم یه مقداری جمع‌مدی میتونه بکنه که آقا چقدر از تعهداش رو انجام داده، کجا تونسته برسونه، چه کمبودایی داشته و باید چی کار بیشتر بکنه. اما خدا رو شکر که ما هوادار سازمانی هستیم که به خصوص تو این فاز مقدار کوچیکی از تعهد و خلاصه بار سرنگونی رو دوش ما گذاشته و باعث شده که ما پتانسیل جنگیدن در چند جبهه رو در آن واحد داشته باشیم. مثال یکیش همین آمادگی بر شرکت فردا در این تظاهرات ایرانیان در جهت همبستگی زیر پرچم ایران هست با مرزبندی نشیخ، که واقعا در این تظاهرات ها ما از اول شرکت کردیم. شاهد احساسات پاک اقشار مختلف ایرانیان هستیم برای آزادی وطنمون، همچنین پافشاری اونها بر امر سرنگونی رژیم و
هم مخالفتشون با هر گونه دیکتاتوری. جایی هم هست که ما با خیلی از هموطنا خلاصه نزدیک میشیم و خیلی از دیوارهای شیطانسازی و چیزای رژیم فرو میریزه. نمونای زیادی از برخوردهای هموطنا دارم، میخوام به یکیش اشاره کنم چون در وقت اینجا نیست. این یکی از این گردانندگان این تظاهرات ها، یکی از این روزا بسته تظاهرات منو کشید کنار و مبلغی رو گذاشت کف دستم و گفتش که یکی از دوستاتون از ایران اینو برای من فرستاده و به من گفته که سفارش کرده به دست صاحب اصلیش برسون و بعد اشاره کرد که این بخواد به جرم هواداری از مجاهدین سالها هم زندان بوده و گفت آخرش هم اضافه کرد که اگرچه نظرات من با شما متفاوته اما برای شما احترام زیادی قائلم. من اینجا قبل از اعلام همیاری ها میبخشید من خیلی چیز آمادگی نداشتم، ولی میخواستم یه یادی از اشرف نشان برادر عزیزمون عباس صادقی کنم که هفته پیش مراسم خاکسپاریشو داشتیم اینجا. عباس از اون زمره اشرف نشانایی بود که بینام و نشان بود تا به آخر بدون هیچ ادعایی پرداخت کرده محکم بر عقایدش ایستاد و همرزم دیگه رضا خاطراتش گفت. واقعا در عجله وقتی میامد خلاصه مستمریشو بده در عجله بود که بره و بپردازه به کار سمتی که بتونه اجاره خونهشو بده چون هنوز به اجاره خونهش رو در نیومد. اصلا این شکلیه که ما اصلا هموطنا اشرف نشانها این بار مالی سازمان رو به دوششون گرفتن، بار سازمان مقاومت رو به دوش گرفتن. میدونن آزادی بها داره، هممون میدونیم آزادی بدون استقلال ممکن نیست و استقلالم بدون استقلال مالی امکان پذیر نیست. برای همین من زودتر برم سر اصل مسئله. یک سری کمک ها رو که محصول یک کار جمعی از طرف اشرف نشان ها هست رو میخواستم براتون اینجا بگم. پرهام $7,500، کامل $200، پریبش $1,500، سعید $3,000، تونی $100، کیوشی $100، سهیل $500، ناصر $200، مهداد $100، بهرام $100، احزا $4,000، پدر $500. اینجا یادی هم کنم از مادر که همیشه این وقتا به من میگفت که سهم من رو گذاشی کنار. ما همیشه بودیم چشم حتما. بعد امید $200، آمنه $300، زهرا $300، حنانه $1,000، آلیا $200، حنیف $100، ستاره $50، آرانا $50. از طرف خودم یعنی مریم و خودم $10,000 ناقابل. قبلا هم گفتم سری از این کمک ها از دانش آموز 12 ساله هست تا یه مرد جواندل 96 ساله. 4 نسل این رژیم چیکار میخواد بکنه با این نسل های پی در پی؟ با تشکر که اجازه دادین و تسهیل کردین که ما هم سهم کوچیکی از دین خودمون رو در راه آزادی و استقلال مقاومت ایران بپردازیم. انشاءالله با زودی دوباره مزاحم میشم و بقیه همیاری ها رو اعلام میکنم. دستتون درد نکنه، خسته نباشین. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، مرگ بر خامنه ای، درود بر رجبی. هزاران درود بر شما، درود بر مهران عزیز. نکات بسیار مهم میگفتی، من بعضی هاش اومدم یادداشت کنم، عقب موندم. همه
بسیار بسیار نکات قابل توجهی بود. گفتی آزادی بدون استقلال و استقلال بدون استقلال مالی امکان پذیر نیست. بسیار درست و زیباست و اصلا اگر شما همین مفهوم شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یا اینکه نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری، شعاری که امروز شعارهایی که امروز یا دیروز در واقع در زاهدان و راسک و خاش هموطنان بلوچمون میدادن، اینها دقیقا همین مفهوم خواست و اراده مردم ایران هست. چرا که وقتی میگیم نه شیخ نه شاه، این همین که در این تظاهرات هم اشاره کردی، وقتی در زیر پرچم و لواء ایران و زیر پرچم و بیرق نه شاه و نه شیخ ما مبارزه میکنیم، تظاهرات میکنیم و کارهایی و کارزاری که شما پیش میبرید هیچ معنایی نداره جز دموکراسی، حاکمیت مردم و استقلال. چون در میهن ما دقت کنید، من در سوء استفاده کنم از حرفای مهران و یکی از چیزایی که میخواستم به شما بگم رو همینجا بگم، در ایران شیخ و شاه نماینده دیکتاتوری، خفقان، عقب ماندگی و در این حال وابستگی و عدم استقلال هست. سلطنت در ایران یک نهادی هست که با فاشیزم، با شوونیزم، با دیکتاتوری و در این حال با وابستگی توأم بوده از قدیم، از زمان قاجار، حداقل از وقتی که دیپلماسی اروپا در ایران فعال شده این معنا و مفهوم سلطنت بوده که به نحوی دیگه شیخ ادامه داده. همین در واقع نظام سلطنت تو ایران بوده که در زمان رضاخان و پسرش به اوج رسید، به بدترین وجه خودش رسید. سلطنت در ایران تابع بلا اراده از قدرت‌های خارجی بوده. حرفای مضحکی که بعضی وقتا میگن که چرا در انگلستان سلطنت یه نهاد ملی و دموکراتیکه و در ایران نمیتونه باشه، این خوب حرف بسیار حرف ابلهانه و ساده لوحانه ای هست که میخوان به این وسیله دیکتاتوری کثیف پهلوی رو و نظام سلطنت رو توجیه کنن. دربار سلطنت در ایران در زمان از زمان فتحعلی شاه بگیرین تا زمان ناصرالدین شاه و الی آخر یا تحت نفوذ روسیه بوده یا تحت نفوذ انگلیس بوده. میرزا طهی‌خان امیرکبیر، نخست وزیر ملی، صدر اعظم ملی‌گرای ایرانی رو که میتونست یک مثلا نظام مدرن تو ایران به وجود بیاره، ناصرالدین شاه و مادرش ملکه مهدئولیا به دستور انگلیسی ها برکنار کردن و کشتن. مجلس رو به دستور روسیه با قزاقای روسی محمد علی شاه مجلس مشروطه رو به توپ بست. رضاخان قلدر اومد اصلا بساط مشروطه رو جمع کرد و یک فاشیزم جنایتکارانه به ایران حاکم کرد زیر با دستور و با فرمان و با اراده انگلیس. و بعدم بعد از جنگ جهانی دوم مصدق تنها شانس دموکراسی در ایران رو به دستور آمریکا و با دستور ندیگه خود آمریکا و انگلیس و دربار و آخوندهای مرتجع از بین بردن، برکنار کردن. و بعدم که 25 سال حکومت مطلقه شاه با نفوذ کامل، با سلطه کامل آمریکا، این تاریخچه سلطنته. پس این که میگیم نه شاه میخوایم، نه آخوند، نه ملا، نه سلطنت، این در واقع همون پیام دموکراسی، استقلال و حاکمیت جمهور مردم هست. نه شاه نه شیخ یک شعار ساده نیست، شعاری هست که 40 ساله، 41 ساله این مقاومت پای همین شعار
خون میده و با همین شعار بره خط خودشو خط انقلابی رو پیش میبره. و این همیاری هم که امروز ما داریم ازش صحبت میکنیم، همین حرفایی که دیگه مهران زد من تکرار نمیکنم، بی خودم نیست که رسانه های استعماری خوششون نمیاد، بی خودم نیست که خیلی ها نمیخوان سر بتن این مجاهدین و این مقاومت باشه، چون خوابهای استعماری، خوابهای دیکتاتوری، خوابهای خلافت عثمانی و وابستگی همه اینها رو چیه؟ پریشان کرده. به همین خاطر اون چیزی که امروز در جریان هست با واقعا شایان تبریک، شایان ستایش هست که چگونه این مقاومت با همین کمک ها، با همین هموطنان آزاده و شریف روی پای خودش، با اراده خودش، با تصمیم خودش، هیچ چیزی جز تصمیم خود این مقاومت و اراده خلق قهرمان ایران بر این مقاومت حاکم نیست. با تشکر، با تشکر از مهران، در ضمن با تشکر از با درود به عباس، مرحوم عباس صادقی، هم اشرف نشان گرامی و همه اون همیارانی که شما اسم بردید، من دیگه تکرار نمی کنم. درود بر آن رادمرد 96 ساله که ما الهام بگیریم ازش، و درود بر آن دانش آموز 12 ساله. این نشان دهنده اصالت و حقانیت این مقاومت است.